نام مغیرت ابن شاده، کسی که عمر رو کشت، ابولؤلؤ فیروز غلام مغیرت ابن شاده است. ببینید که یک مهندس تکنیسیان، یک مرد دلاور، یک جنگجو، یک هنرمند ایرانی غلام مغیره شاده شده که یک تازی معفن، یکی از بهترین های ما به غلامی نجسترین تازی ها در اومده و همه بهترین های ما در اون روزگار به غلامی تازی ها در آمده بودن. بعد ببینید میگه و کان عمر اذا دخل المسجد قام بین صفوف، وقتی که عمر وارد مسجد میشد در میان صفوف قرار میگرفت، صفها، ثم قال استوو، سپس میگفت نظام بگیرید، فاذا استوو تقدم فکبر، وقتی که صفوف مساوی میشدن پیش میرفت و تکبیر میگفت برای نماز، فلما کبر، هنگامی که در این بار تکبیر گفت، فتعن، هنگامی که تکبیر گفت تعن، ضربه رو خورد از فیروز، از پسر ایران، از کسی که انتقام همه دختران اسیر ایران، سرمایه های از دست رفته ایران، کتاب های سوخته شده ایران رو از یکی از عوامل این کشتار و این کتاب سوزی و این جنایت تاریخی گرفت. فلما کبر، همچنان که تکبیر گفت، تن، ضربه رو خورد از فیروز، فقال قتلنی الکلب. ببینید یک خلیفه چی میگه، یک انسان رو با سگ مقایسه میکنه، میگه من را یک سگ کشت. و تار ابولؤلؤ، تار یعنی طیران، یعنی پرواز کرد ابولؤلؤ. ببینید یک دلاور میان تمام فوجها، میان قوم تازی و در قلب مسجد تازی، همه شمشیر به دست، تار ابولؤلؤ یعنی طیران کرد، پرواز کرد ابولؤلؤ فیروز، فید سکین ذات طرفین، چاقوی دودم در دستش، حتی شمشیر و یا خنجر نه. ما یمر به رجل یمینن ولا شمالن الا تعنو، عبور نمی کنه از کنار مردی چه در چپ و چه به راست مگر اینکه اون مرد رو میزنه. فحساب سبعتاشر رجلن، 17 مرد رو زد، من المسلمین فمات من هم 13، و کشته شد از آنان، مرد از آنان 13 تن. درود بر شما. بله بله، برنامه داره پخش میشه. Not be display اونجا. حالا من الان میبینم. سپاس، خدا نگهدار، خدا نگهدار. اجازه بدید ببینیم که ما باز به ما خبر میدن که not be display، گمان نمی کنم. حالا ما این بخش فیروز نهاوندی رو گفتیم، ادامه سخنان فرخزاد رو میذاریم براتون که ببینیم چرا not be display. دل تاریخ رو میگه که هنگامی که فیروز نهاوندی با چاقوی کوچکش به تازی‌ها در مسجدی که عمر رو کشت یورش برد، میگه تار ابولؤلؤ یعنی پرواز کرد ابولؤلؤ، فید سکین ذات طرفین، در دست چاقوی دودم، ما یمر به رجل یمینن ولا شمالن الا طعنه، از کنار مردی عبور نمی کنه چه چپ چه راست مگر این که می زندش. فحساب 17 رجلن، 17 مرد رو می زنه. ببینید این دلاور چیه، در قلب دشمن. اگر شما در هیچ تاریخی در میان هیچ ملتی این چنین دلاوری رو تونستید نمونش رو پیدا بکنید، به من بگید که ما ایرانی ها باید بریم مارکسیست بشیم. ما خودمون نه دلاور داشتیم، نه اندیشه داشتیم، نه مرد جنگ داشتیم، نه مرد پیکار. باید وایسیم آمریکایی ها ما رو کمک بکنن، باید وایسیم انگلیس ها به ما ترحم کنن، آنچنان که همین اکنون روانش شاد فرخزاد فریادش در همین زمین است. بعد میگه فحساب 17، 17 نفر رو زد، رجلن من المسلمین، از مسلمان ها زد، فمات من هم 13، 13 تاشون مرد. در آخرین فلما را ذلک رجل من المسلمین طرح علیه برنسالو اخدوها، مسلمان ها این یارو اوگل هاشون رو، این دوم مارها رو به هم بستن و او رو دستگیر کردن. سرانجام فلما زن، هنگامی که فیروز گمان برد انه ماخود،
نه هر نفسو. وقتی که دید فهمید که دستگیر شده، خودش رو با همون چاقو به قلب خودش زد و خودش رو کشت. نهر نفسو یعنی انتحار کرد، یعنی خودش رو کشت، که به دست دشمن با شمشیر دشمنی ننگین آنچنانه کشته نشه. این یکی از بچه های شماست. این من خودم رو هیچ کمتر از فیروز نهاوندی نمیبینم. برای آزادی میهنم. باور کنید، باور کنید، و اگر پاش بیفته بیش از فیروز نهاوندی، چون از او آموختم، از تاریخ خیلی چیزها را آموختم. همه بچه های خوب ایران باید این چنین بیاموزن. ما باید ایران رو امسال آزادش کنیم. به تمام اونهایی که پاسداران تازی شدن در درون میهن ما، به تمام آنها که نگهبانان آیین تازی و پاسدار آیین ننگین اسلام در میهن ما شدن، اخطار میکنیم بازگشت کنید به ایرانیتتون. ایران و فرهنگ ایرانی و تاریخ نیاکانی، فیروز نهاوندی، اون دلاور مردی که در دفاع از ناموس و شرف و خانواده ایرانی این چنین در قلب دشمن پیکار کرد، چشمهای او به سوی شما، نگران شماست، نگران سرنوشت این میهنه گرفتار آمده است. به یاری فیروز نهاوندی، بهمن جازویه، بهزاد همدانی، روزبهان خراسانی، بابک خرمدین، تداوم اینها. خب من دیروز گفتم با اندوه بسیار ما رو وادار کردن که بپذیریم فیروز نهاوندی رو نشناسیم. میشناختیش آقا؟ باور کن خواهرم، شما پیش از این چند سالی که ما اومدیم و شیپور رو به دست گرفتیم و این شخصیت بزرگ تاریخ ایران، این دلاور بی همانند نیاکانی، تو و شوهرت و پدر بزرگت و مادر بزرگت و بچه هات رو ما به شما معرفی کردیم، پیش از اون میشناختید؟ نه. اگر خیلی یک پیرمردی یا یک اهل سوادی میگفتن عمر رو یه شخصی به نام ابولولو کشته، حالا این ابولولو چون اسمش هم ابو داره و عربیه، فکر میکردن یک عرب کشته او رو، یه غلام کشته. این غلام بوده. زندگی فیروز نهاوندی رو ما از آغاز تا انجام درآوردیم. پر افتخار ترین مردی که در تاریخ ایران از جنگ قادسیه، بعد از شکست قادسیه و رهسپار شدن او به سوی گلولا و نهاوند که شهر مادری او، زادگاه اوست، میره و در نبرد پایانی نهاوند گرفتار میشه و اسیر میشه.